انزل من عندك. واحد معهوش تذكرة. فیلم راجب ماجرای محمد اسف، جوان فلسطینی اهل غزه است که در سال 2013 میلادی برنده مسابقه تلویزیونی بهترین صدای عرب شد. ماجراش فوق‌العاده و باور نکردنی بود و اصرار و پشتکارش مثال زدنی. این شد که تصمیم گرفتم در موردش فیلم بسازم. فلسطین الحبیب مغل الوطن. اگه از من راجع به سبکم بپرسن، میگم اون داستانه که سبک رو با خودش میاره. البته من همیشه مهر خودم رو که همون درهم تنیدگی غم و شادیه روش میزنم. اینو توی این فیلم هم میشه دید، هرچند که به نظر فیلمیه با پایان خوش، ولی از غم خالی نیست. در واقع این فیلم حصر رو به تصویر میکشه، اما در دل این حصر مدام حرکت میبینیم. ایجاد این تضاد به ملموستر شدن و پررنگتر شدن حصر کمک میکنه. به نظرم بهترین راه برای نشون دادن حصر، نشون دادن حرکت آدم‌ها در محدوده محاصره شده و بسته است. در مقایسه فیلم داستانی و مستند میشه گفت که در فیلم داستانی تلاش میشه که واقعیت به طور کامل درک و بازآفرینی بشه. برای همین گاهی فیلم داستانی در بازگویی واقعیت موفق تره، اما گاهی به هیچ وجه امکان نداره که بشه یک تصویر یا لحظه واقعی رو بازسازی کرد. مثلا برای من غیر ممکن بود که بتونم اون شادی لحظه برد محمد رو در خیابان‌های غزه که خودم هم یکی از اونها بودم بازسازی کنم. برای همین تصمیم گرفتم که از تصاویر واقعی استفاده کنم. در ضمن با این کار به تماشاگر یادآوری کنم که داره یه فیلم واقعی می‌بینه. به نظرم موفق شدیم داستان و واقعیت رو طوری تلفیق کنیم که نتیجهش یک اثر قوی دراماتیک بشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که باید باهاش دست و پنجه نرم می‌کردیم آوردن بچه‌ها که همگی اهل غزه بودن به کرانه باختری بود، چون اونا غزه رو بدون اجازه اسرائیل نمیتونستن ترک کنن. گرفتن این مجوز از اسرائیل خیلی کار شاقی بود. لذت بخشترین بخش کار روی این فیلم تماشای تغییر بازیگران از خودشون به شخصیت‌های فیلم بود. در این فیلم مخصوصاً موقع کار با بچه‌ها بارها گریه کردم.
اینکه چقدر زیبا این بچه‌ها در نقششون فرو می‌رفتن و به نقش تبدیل می‌شدن خیلی تاثیرگذار بود. راستی این رو هم بگم که این فیلم یه ادای احترام به امیر نادری کارگردان ایرانیه. اگر فیلم دونده امیر نادری رو ببینین متوجه میشید که من خیلی از صحنه هاش رو در فیلمم بازسازی کردم تا یادی کرده باشم از این کارگردان بزرگ که بسیار ازش یاد گرفتم. This great director that I learned from a lot.